اعتراض مردم کرمانشاه به اخاذی کارگزاران رژیم، تجمع اعتراضی کارگران اخراجی اهواز، اعتراض ورودی‌های کنکور به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، تجمع تاکسیرانان سنندج در مقابل شهرداری این شهر، اعتراض کارگران شرکت کشتی‌سازی المهدی در بندرعباس، تجمع اعتراضی نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان، اعتراض کارگران شرکت آب و فاضلاب شقز، تجمع اعتراضی هموطنان لرستانی در مقابل مجلس ارتجاع در تهران، اعتصاب نویسندگان لرستانی، فشار بر بستگان مجاهدان اشرفی در زندان مرکزی کرج، قطع ملاقات زنان زندانی در اوین با فرزندانشان، اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی در اهواز و ارومیه. جمعی از مردم کرمانشاه علیه اخاذی کارگزاران رژیم و گرفتن 2 میلیون تومان دیگر برای تحویل مسکن موسوم به مهر اعتراض کردند. معترضان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران اخراجی کارخانه‌های مختلف اهواز در مقابل اداره کار رژیم در این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار بازگشت به کار و پرداخت مطالبات و حق بیمه شدند. متقاضیان ورود به دانشگاه در برابر سازمان سنجش در پل کریم خان در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان به تفکیک جنسیتی و تبعیض در رشته‌های تحصیلی اعتراض کردند. تاکسیرانان سنندج در اعتراض به لغو مجوز تاکسیرانی برای خودروهای قدیمی توسط شهرداری رژیم تجمع کردند. شهرداری رژیم با این اقدام ضد مردمی باعث بیکار شدن بسیاری از تاکسیرانان این شهر شده است. تجمع در مقابل ساختمان شهرداری صورت گرفت. کارگران شرکت کشتی‌سازی المهدی در بندرعباس خواستار آزادی کارگران زندانی و همچنین لغو ممانعت از ورود بسیاری از کارگران به شرکت شدند. در پی اعتراضات گسترده کارگران این شرکت، تعدادی از کارگران توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شدند. نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان روز چهارشنبه به قطع آب کشاورزان اعتراض کرده و به تجمع خود در مقابل فرمانداری و استانداری رژیم در اصفهان ادامه دادند. کارگران شرکت آب و فاضلاب شقز روز چهارشنبه 23 مرداد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و برخی مزایای کارگری تجمع کردند. جمعی از هموطنان لرستانی در اعتراض به اهانت یک آخوند مزدور رژیم در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند. آخوند بزرگواری عضو مجلس رژیم روز دوشنبه در جلسه بررسی وزیران پیشنهاد کابینه آخوند روحانی اتهام چماقداری را به هموطنان لرستانی نسبت داده بود. تجمع کنندگان در مقابل مجلس به این اهانت اعتراض کردند. ماموران انتظامی به تجمع کنندگان یورش بردند و آنها را دستگیر و با مینیبوس به نقطه نامعلوم منتقل کردند. انجمن نویسندگان لرستان در اعتراض به سخنان توهین‌آمیز آخوند بزرگواری اعتصاب کردند. اعتصابیون با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند: بزرگواری خشک‌مغزی و چماق‌داری خود را به قومی ایرانی که آریایی‌ترین و قدیمی‌ترین قوم در میان مردم ایران هستند منتسب کرد. هر طایفه‌ای جاهل دارد و این آقا هم سخنگوی مردمان مهربان و مؤدب و محجوب لر نیست. انجمن نویسندگان لرستان بر ادامه اعتصاب خود تا برخورد قانونی با این آخوند پافشاری می کنند. دشتیمان اطلاعات آخوندی برای فشار بر زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی که مدتی است به زندان مرکزی کرج تبعید شده، وی را با زندانیان عادی همبند کردند. علی معزی از بیماری سرطان رنج می برد، اما دشتیمان از اعزام وی به بیمارستان ممانعت به عمل می آورند و قصد زجر کش کردن او را دارند. دشتیمان رژیم آخوندی در زندان اوین ملاقات هفتگی تعدادی از زندانیان سیاسی زن را با فرزندانشان قطع کردند. مریم اکبری منفرد، مادر 3 دختر 7، 13 و 14 ساله و صدیقه مرادی، مادر 1 دختر 14 ساله که از بستگان مجاهدان اشرفی هستند،
همچنین فران حسامی مادر یک فرزند 4 ساله و فریبا کمال‌آبادی مادر یک دختر 16 ساله زندانیانی هستند که در 2 هفته گذشته از ملاقات حضوری با فرزندان خردسال و یا نوجوان خود محروم شدند. زندانی سیاسی سامی حسینی در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به انتقالش به بند 4 این زندان که محل نگهداری زندانیانی با جرایم قتل است، از روز دوشنبه اعتصاب قضا کرده است. دشمنان رژیم در واکنش به این حرکت اعتراضی حسینی را به سلول انفرادی منتقل کردند. زندانی سیاسی هادی راشدی، دبیر شیمی و یکی از 5 هموطن اهوازی که در بیدادگاه رژیم به اعدام محکوم شده است، روز سه‌شنبه به نقطه نامعلومی منتقل شد. همبندان او گفتند هادی راشدی به آنها گفته است از همان لحظه انتقال دست به اعتصاب قضا خواهد زد.